روابط ممکنه دشوار باشه. وقتی خوب پیش میرن بسیار شگفت انگیز هستن، اما اگر اتفاقی بیفته، یک دستاندازی توی این جاده راه در واقع به وجود بیاد، میتونه بسیار دردناک باشه. اگه مدت طولانی با فردی هستید و احساس میکنید که زندگی شما به یک روتین و یک در واقع حد نرمال داره دیگه، خیلی عادی داره اتفاق میفته، ممکنه که دیگه وقت اون هستش که از یک دیدگاه بیرونی نگاه کنید. لزوما ممکنه متوجه رفتار در واقع پارتنر خودتون و یا شریک خودتون نشید، چرا؟ چون برای شما عادی شده. پس بهتره که یک گام به عقب بردارید و دیدگاه رابطه خودتون رو در واقع از یک دیدگاه و نظر متفاوت از بیرون نگاه کنید تا یک دید جدیدی به شما بده. امروز میخوام درباره 5 علامتی که به شما میگه که ممکنه که زمان ترک یک رابطه رسیده رو بهتون توضیح بدم. پس لطفاً تا آخر ویدیو با من همراه باشید. هیچ رابطه عالی نیستش. حتی گاهی وقتها خوشبخت‌ترین زوجها از نظر ما هم اختلاف نظر و جدایی‌های موقتی دارن. زندگی همینه. گاهی وقتها باید با یک دید دیگه به رابطه نگاه کنید. اون مشاجرات کوچیک ممکنه که به مرور زمان به دعواها و بحث‌های بزرگی تبدیل بشه. گاهی اوقات برای شاد بودن باید یک رابطه رو ترک کرد. چرا؟ باید خودتون رو در اولویت قرار بدید. من در اینجا 5 نشونه رو میخوام با شما به اشتراک بذارم که به شما میگه زمان ترک یک رابطه، حالا بخوام بگیم یک رابطه سمی در واقع، فرا رسیده. بالا یک ویدیو منشن میکنم تحت عنوان رابطه سمی، میتونید اون ویدیو رو ببینید. اونجا هم نشانه های دیگری که زمان تغییر رابطه شما رسیده رو توضیح دادم. نشونه اول میتونه این باشه که شما دائما ناراضی هستید. هر رابطه ای، چه رابطه با دوستان، چه با خانواده، چه رابطه عاشقانه ای، باید برای شما شادی و خوشحالی بیاره، خوشبختی به نوعی بیاره. شما باید منتظر دیدن پارتنر خودتون باشید و از گذراندن وقت با اون لذت ببرید. بدیهیه که نمیتونید دائما در یک رابطه شاد باشید. خب این واقع بینانه نیست در واقع. اما شما باید احساس امنیت و دوست داشتن رو داشته باشید. اگر به طور مداوم احساس نارضایتی می کنید، شاید وقت اون رسیده که از خودتون بپرسید چرا. شاید شما هستید که همیشه یک رابطه رو دارید دچار تنش می کنید و یا شاید پارتنر شما هستش که باعث این احساس نارضایتی ها شده. بنابراین باید سعی کنید که مشکل رو برطرف کنید. خجالت نکشید. باید بپذیرید که رابطه شما اون حمایت و رضایت قبلی رو که داشته به شما دیگه ارائه نمیده. نشونه دوم این که شما هر کدومتون توی یک مسیر مختلف در واقع دارید حرکت میکنید. گاهی اوقات شما میتونید یک رابطه رو در یک مکان و حالا بخواید بگیم یک مکان و زمان دقیق با همدیگه شروع کنید، اما همینطور که دارید رشد میکنید، پیشرفت میکنید، میبینید که طرز فکر شما داره تغییر میکنه. روابط در واقع طولانی مدت میتونه شگفت انگیز باشه، چرا که زیرا میتونید با شریک زندگی خودتون رشد کنید و تغییر کنید، اما گاهی اوقات میتونه با سرعت متفاوتی نسبت به شریک زندگی خودتون رشد و تغییر کنید. اگر در جهت مختلف در واقع در یک جهت مختلف نسبت به شریک زندگی خودتون دارید حرکت میکنید، ممکنه که هدایت رابطه به یک سمت به نوعی دشوار باشه. همچنین اگر هر دوی شما به مرور زمان احساس میکنید که از نظر احساسی در یک مکان دیگری هستید و ممکن است که چیزهای مشابهی رو نخواهید، در این مورد بهتره که هر دوی شما دوستانه از هم جدا بشید. اگر میخواید در مورد شریک زندگی خودتون در واقع جدی باشید، بحث و صحبت کردن در مورد اون چیزی که هر یک از شما از رابطه میخواید میتونه بسیار مفید باشه و به پیشرفت رابطتون کمک کنه.
علامت سوم عدم حمایت هستش. در یک رابطه حمایت طرفین از همدیگه نکته کلیدی و اصل اساسی هستش. شما میخواید احساس کنید که در واقع شریک زندگی یا پارتنر شما به کاری که انجام میدید اعتقاد داره و به نوعی 100% داره شما رو حمایت میکنه. اما اگر این حمایت وجود نداشته باشه میتونه بعد در شما احساس ناامیدی در واقع به وجود بیاره، چرا که حمایت عاطفی بسیار بسیار مهم هستش. اگر در یک رابطه چنین احساسی ندارید، احساس نمی کنید که پارتنرتون، همسرتون داره شما رو در واقع حمایت میکنه، میتونه آسیبزا باشه و بر شادی شما و شادی رابطه شما در واقع اثر بذاره. اگر شما احساس نمی کنید که شریک زندگیتون، پارتنر شما، همسر شما در واقع به نوعی روی شما سرمایه گذاری، حالا بخواهیم بگیم حساب می کنه و در تمام طول مسیری که دارید طی می کنید پشت سر شما و به حمایتگر شما هست، اگر این احساس رو دارید که شریک شما نیست، ممکنه زمان اون رسیده باشه که در رابطه با رابطتون با پارتنرتون صحبت کنید و اگر دیدید که در یک مسیر نیستید، همونطور که گفتم، این رابطه رو همینجا کنید. هر نوع سوء استفاده میتونه نشانه چهارم ترک یک رابطه باشه. منظورم از سوء استفاده هر نوع سوء استفاده عاطفی، جسمی، مالی و جنسی و غیره هستش. اگر شریک زندگی شما به هر نوعی از شما سوء استفاده میکنه، نشونه واضحی از این هستش که وقت ترک اون رابطه رسیده. در واقع سوء استفاده بسیار مضر هستش و فرد اغلب حس آزاردهندگی رو داره و اون فرد در واقع تلاش میکنه که شما رو توی اون رابطه نگه داره. اگر اینطوره، برای امنیت خودتون هم شده، چه امنیت روانی چه امنیت جسمی، بهتره که اون رابطه رو ترک کنید. اگر قدرت اون رو ندارید، سعی کنید از یک روانشناس، یک مشاور و یا یکی از اعضای خانواده خودتون کمک کنید. به یاد داشته باشید که شما تنها نیستید. نشونه پنجم میتونه عدم اعتماد باشه. ببینید، اساس همه روابط اعتماد و قابل اعتماد بودن هستش. اعتماد بین شما و همسرتون، بین شما و پارتنرتون باید قوی باشه. اگر اینطور نیست، این میتونه به این معنا باشه که شما باید به اقدامات اون در واقع پارتنرتون شک کنید. در نتیجه ممکنه که منجر به حسادت بشه. اگر به شریک زندگی خودتون اعتماد ندارید، میتونید روی اون کار کنید و سعی کنید که اون در واقع اعتماد رو بازسازی کنید و در واقع از دست دادن اعتماد اغلب نشونه اینه که چیزی در رابطه شما اشتباه است که باید اون رو بررسی کنید. مثلا ممکنه که بارها پارتنر شما به شما خیانت کرده باشه. گاهی اوقات پایان دادن یک رابطه میتونه احتمال بهبودی اون رابطه رو در واقع به وجود بیاره. این اصلا خجالت آور و شرم‌آور نیست که بپذیرید نمیتونید کسی باشید که با کسی باشید که کاملا به او اعتماد ندارید. همه چیز توی یک رابطه باید اساس خوشحالی و در واقع شادکامی شما رو به همراه داشته باشه. ممنون که با من همراه هستید. لطفاً در قسمت کامنت ها بنویسید که چه نشانه های دیگری میتونه نشونه ترک یک رابطه باشه. این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و نظرات خودتون رو برای من بنویسید. ممنونم.